صندوقچه عهد در باور همگان جعبه‌ای از چوبی و مزین و با روکشی از طلا که در آن دو لوح قانون که توسط خداوند به موسی داده شده بود نگهداری می‌شد. در عقیده همگان خداوند از طریق این صندوق با بنی اسرائیل سخن می‌گفت. این جعبه یکی از مقدس‌ترین اشیا برای یهودیان است. در زمان تصمیم‌گیری‌های مهم صدای فرشته‌ای از آن خارج می‌شد و فرامین الهی را به مردم ابلاغ می‌کرد. این صندوقچه در زمان سموئیل نبی توسط فلسطینیان به سرقت رفت، اما به دلیل مشکلاتی که برای آنها به وجود آورد آن را پس دادند. سپس در زمان حمله بخت و نصب به اورشلیم این تابوت مفقود شد. اما در مورد صندوقچه عهد مطالب ناگفته بسیاری وجود دارد. در تورات کتاب خروج فصل 25 آیه 40 چنین آمده است: و آگاه باش که آن را موافق نمونه‌ای که در کوه به تو نشان داده شد بسازی. طبق هر دو کتاب تورات و انجیل، موسی از طرف یهوه خدای اسرائیل مأموریت می‌یابد بر اساس یک دستور خاص صندوقی برای وجود ازلی بسازد. بن دیوید، فیلسوف و دانش‌پژوه معاصر، معتقد است صندوق عهد در آن زمان دارای سیستم نسبتاً کامل الکتریکی بوده و می‌توانسته روی دیگران تأثیر بگذارد. بنا به گفته تلمودشناسان، دسترسی به قدس القدس که صندوقچه عهد در آنجا قرار داشته با خطر همراه بوده است. کاهن اعظم همیشه با ترسی شدید به آن نزدیک می‌شد و اگر سالم از آنجا باز می‌گشت روز خوبی می‌داشت. در فصل 6 آیه 19 از کتاب اول سموئیل نوشته شده است: اما خداوند 70 نفر از مردان بیت الشمس را کشت، زیرا به داخل صندوق عهد نگاه کرده بودند. به گفته بن دیوید، این صندوق خاصیتی داشته است که هر کس به آن نزدیک میشد بلافاصله جان خدا از دست میداد، به جز کسانی که خداوند مقدر کرده بود، یا بهتر است که بگوییم به جز افراد خاصی که طرز کار با آن را بلد بودند. صندوقچه عهد علاوه بر خاصیت اصلی آن، یعنی صحبت کردن با خدایان، خاصیت تولد غذا را برای قوم یهود هم نیز داشت. غذایی که صندوق عهد تولید میکرد منا نام داشت که یه نوع جلبک بسیار مغذی بود و قوم بنی اسرائیل در زمان 40 سال سرگردانی در صحرای سینا از آن تغذیه میکردند. و جالب این بود که روزهای شنبه نباید آن را مورد استفاده قرار میدادند، در غیر این صورت از کار میافتاد. از روی توصیف‌های صندوقچه عهد، دو دانشمند انگلیسی به نام‌های جورج سیسن و رادنی دیل توانستند یک دستگاه پرتو افشان بسازند که جلبک‌های سبز را به مواد غذایی سرشار از ویتامین تبدیل کند. و به گفته محققان، علت این که هر کس به صندوقچه عهد نزدیک می‌شد می‌مرد خاصیت رادیواکتیوی صندوقچه بود. صندوقچه عهد معمولاً توسط دو گاو شیرده هم می‌شده است و وزن آن بیش از 300 کیلوگرم نبوده است، زیرا گاهی اوقات مردانی با گذاشتن آن روی چوب‌ها آن را بر روی شانه‌ها خود هم می‌کردند. نظریه پردازان بیگانگان باستانی معتقدند آن صندوق نوعی راکتور هسته‌ای بوده و علت ممانعت از نزدیکی به آن و مرگ افراد در اثر نزدیک شدن به آن به دلیل تشعشع رادیواکتیو بوده است. در دوره ارمیای نبی، موجوداتی از فضا یا فرشتگان به ارمیای نبی نزدیک شدند و از او خواستند صندوق را از بین ببرند. با حمله بخت و نصر، فرشتگان نیز تمایل نداشتند صندوق به دست بابلی‌ها بیفتد. سپس ارمیا صندوق را در غار امنی پنهان کرد. در هند نیز در افسانه مهابهاراتا در این باره مسائلی نوشته شده است. و حتی کوهی به نام کوه سلیمان نیز وجود دارد که احتمالاً میکائیل به دستور خداوند صندوق را در آنجا از بین برده و یا پنهان کرده است تا جلوی رسیدن آسیب‌های بیشتر توسط آن به بشریت گرفته شود. بر مبنای ادعای موریستنیس، صندوقچه عهد که تصور می‌شود محتوای الواح قوانین است، در واقع یک وسیله الکتریکی بوده که می‌توانسته 500 تا 700 ولت برق تولید و تخلیه کند. اجازه دهید نظریه موریستنیس را بیشتر مورد ارزیابی قرار دهیم. صندوق عهد عتیق از چوب عقاقیا ساخته شده بود و روکشی از ورقه طلا هم از درون و هم از بیرون آن را پوشاده بود، درست مانند یک خازن الکتریسیته که از دو فلز هادی و یک ماده عایق که بین آنها قرار دارد تشکیل می شود. در بین صندوق تعدادی برگ طلایی قرار داشت و آن را در یک جای خشک نگهداری می نمودند که در ارتفاع 1 متری دارای میدان مغناطیسی طبیعی بود و برق معادل 500 تا 600 ولت را ایجاد می کرده است. شاید در
داخل آن از همان باتری‌های موجود در موزه بغداد که دانشمندان ساسانی از آن استفاده می‌کردند قرار داشته است. این صندوق از طریق برگ‌های طلایی شارژ می‌شده است. آن را به وسیله دوتا میله چوبی که روکشی از طلا داشت و از وسط دوتا حلقه که در طرفین صندوق بودند حمل می کردند. بدین طریق بار الکتریسیته آن بدون اینکه خطر آفرین باشد به زمین تخلیه می شده است. شما دوستان حتما تانکرهای حامل سوخت را دیدید که زنجیری از شاسی ماشین به روی زمین کشیده می شود. این کار برای تخلیه نیروی الکتریسیته موجود است تا باعث احتراق نشود. اگر شخص غیر ایمن به این صندوقچه دست میزد گرفتار شوک الکتریکی شدید میشد. این موضوع به خاطر این بیان شده که در روایاتی آمده است عده‌ای میخواستند دور از چشم مراقبان به صندوق نزدیک شده و آن را ویران نمایند، اما قبل از اینکه موفق شوند شراره‌ای برخاست و آنها را چون زغالی سیاه به اطرافی انداخت. چه چیزی میتوانسته در دم انسانی را چون زغال سیاه نماید؟ سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.